نوری علایی عزیز. سلام عرض میکنم خدمت شما همکارانتون و بینندگان و شنوندگان این برنامه. خیلی خوش آمدید. عذر میخواهم در این ابتدای جلسه که من به علت سرماخوردگی صدام گرفته، احتمالم هست که دو سه تا سرفه ایم عرض کنم که در وسط برنامه بدم. صداتون اتفاقا خیلی هم جذابتر شده آقای نوری علایی، نگرفته به اون صورت. خب امروز ما وقتی رسانه ها رو میبینیم، سرتیتر خبرها و رسانه ها و سی ان ان و فاکس نیوز و همه جا در رابطه با آی جی رپورت هستش. این در حقیقت گزارشی که دادستان، ببخشید، بازرس کل، ما داشتیم با آقای نوری علایی صحبت میکردیم دوستان عزیز که ترجمه اینسپکتر جنرال چی میشه. به این نتیجه رسیدیم که اینسپکتر جنرال یا بازرس داخلی است یا بازرس کل. و حال این بازرس کل یه گزارش 568 صفحه‌ای انتشار داده که همین امروز در سنا، کمیته سنا داشتن از در حقیقت آقای کریستوفر ری، دایرکتور مدیر اف بی آی و در رابطه با و شخص دیگه‌ای، دایرکتور دیگه‌ای در رابطه با نحوه در حقیقت تعیین این گزارش صحبت می‌کردن. و در این گزارش اگر که مطلع باشید، در این گزارش در حقیقت به نکاتی اشاره میشه که قانون شکنی های آقای جیمز کومی، دایرکتور سابق رو، در رابطه با نحوه بازجویی و نحوه در حقیقت جستجو در زمینه هایی که خلافکاری هیلاری کلینتون مطرح بود در رابطه با ایمیل هاش و در زمینه آقای دونالد ترامپ در رابطه با مسئله دخالت روسیه در انتخابات امریکا در 2016 و اینکه در حقیقت متهم شده آقای دونالد ترامپ و کمپین او که بعضی از افرادی که در کمپین آقای ترامپ بودن با نمایندگان روسی در ارتباط بودن برای در حقیقت تخریب هیلاری کلینتون و در حقیقت به کرسی رسیدن آقای ترامپ در صحنه، در کرسی ریاست جمهوری. این یکی از بحثایی است که با آقای نوری علا خواهیم داشت و همین بحث هم با آقای نوری علا داشتیم می‌کردیم دو روز پیش که خواستیم برنامه رو در حقیقت برای شما تنظیم بکنیم که واقعاً این دموکراسی آمریکایی و نقش مطبوعات که رکن چهارم دموکراسی در آمریکاست چگونه میتونه قوانین حقایق با قوانین در حقیقت بازی بکنه و حقایق رو وارونه جلوه بده به خاطر مواضع حزبی، ایدئولوژیکی و در حقیقت مواضع خصمانه‌ای که مطبوعات امریکا به ویژه CNN گرفته، مورد پرسش و سوال بسیاری از شهروندان امریکایی شده. آقای نوری علا، شروع کنیم از همین دموکراسی امریکایی، نقش مطبوعات. یه اشاره بکنیم به همین گزارش آقای دادستان، ببخشید، بازرس کل. بله، اسمش چی بود؟ مایکل هورویتز. هورویتز، اینقدر اسمای عجیب و غریبی دارن که بله، آقای بهتر همین بازرس کل امریکا کردن. خانم دکتر اگر که اجازه بفرمایید، اول یک تصحیح بکنم و اونی که شما میگید که آقای ترامپ متهم شده به، عرض کنم که رابطه با روسیه و غیره، کمپینش، من فکر نمی‌کنم از حقوقی به ایشون بشه گفت متهم، برای اینکه متهم رو میبرن دادگاه و در دادگاه اتهام رو تفهیمش میکنن و بعدم رسیدگی میکنن. ایشون رو عرض کنم که دموکرات ها معتقدند که در ارتباط با روسیه این انتخابات رو برده. یک سال و نیم هم هستش که یک بازرس مخصوص رو تعیین کردن که به همه جوانه به کار برسه، آقای مالر، و تا به امروز که ما ذره ای عرض کنم که مورد یا شاهدی بر این که چنین ائتلاف و همکاری وجود داشته به دست نیامده. ولی خب حالا اینا ادامه میدن، لابد منتظرن که انتخابات ماه نوامبر برسه و تا اون مدت تنور رو داغ نگه دارن که مثلا جمهوری خواهان در انتخابات آینده برنده نشن و در نتیجه آقای ترامپ در مجلسین تضعیف بشه. ولی به هر حال این یک جریانیه که نه اتهامی هنوز وارد شده، فقط یه تحقیقاتی داره صورت میگیره.
اجازه بدید که من این موزه در حقیقت خبرنگاران و مجریان سی ان ان و بحثایی که با کارشناسانی که خودشون انتخاب میکنن میارن، تلویحا تمام مدت ایشون رو متهم به هم ایشون رو هم پسرش رو و هم دامادش رو متهم میکنن که اینها در یک مناسباتی در جلساتی با نمایندگان روسیه صحبت کردن، ایشون رو متهم کردن به obstruction of justice. سو شما ترجمه بکنین این رو، obstruction of justice و collusion که خود هم همکاری و عرض کنم که همکاری شدید obstruction of justice، این که مانع میشن از تحقیقات عرض کنم که قضایی obstruction of justice. اما به نظر من همه این حرفا فقط در حوزه این رسانه ها مطرح میشه، هیچ مقام رسمی مملکتی در قوه قضاییه در جای دیگه ای هنوز هیچ گونه اظهار نظر خاصی در این زمینه نکرده و هرچی که از به خصوص در مجلس این ما میشنویم اینه که هیچ نوع عرض کنم که شاهدی برای وجود این توطئه و همکاری این حرفا وجود نداشته و برعکس به نظر من روز به روز داره بیشتر مشخص می شود که این کمپین خانم کلینتون بوده که سعی کرده از روسا کمک بگیره، به خصوص در رد کردن آقای ساندرز. حالا بعده اون بس نمیشه. نه خب همینش مربوط میشه به هم دیگه. بازم اجازه بدید که این رو خدمتون اشاره کنم که گفتید مقامی، وقتی که مصاحبه میشه با نمایندگان دموکرات به ویژه تلویزیون NBC و CNN در این مدت یک سال خورده ای مصاحبات که شده، اینها هم اشاره کردن به obstruction of justice و collusion. یعنی نگفتن که حتما ایشون این کارو کرده، گفتن که به نظر میاد there is obstruction of justice پرزیدنت ترامپ. خب میدونید که موضوعی که اینا در رابطه با ترامپ گرفتن و بحث امروز هم شاید رو همون دموکراسی آمریکایی و نقش مطبوعات در حقیقت همین باشه، یعنی اینا کیا هستن، چه کسانی هستن، چه کسانی اینا رو در حقیقت ترغیب و تشویق میکنن که به این آزادی بتونن بیان سناریو سازی بکنن و به قول شما چیزی که هنوز به در حقیقت ثابت نشده، استندی دریافت نشده رو بیان این رو مطبوعاتیش بکنن، رسانیش بکنن و به خورد مردم بدن. بله عرض میکنم شما به حال یه مملکتیه که آزادی مطبوعات و بیان و این هر وحاب درش به شدت وجود داره و کسی رو نمیشه از اظهار نظر باز داشت و گفت تو این هر حق رو حرف نداریم. و حتی اگر که واقعا این به صورت اتهام مطرح بشه، اون وقت آدم میتونه بره شاکی بشه و به طرف بگه که تو باید ثابت بکنی این کار بکنی. اینا همش با بهانه هایی مثل اینکه به نظر میرسد و گویا و شنیده شده است و یک منبعی که نخواست خودش اسم خودش رو بگه گفتش که من دیدم مثلا آقای ترامپ با آقای پوتین با همدیگه مثلا شربت میخوردن. اینا به نظر من هیچ کدوم مستند نیستش و فقط برای ایجاد یک فضایی است در افکار عمومی به نفع آنچه که اونها میطلبند. و خود به خود اساسا وقتی که ما مسئله آزادی بیان رو داریم، این شامل یه طرف قضیه هم نمیشه. و در تمام دوران آقای اوباما هم ما شاهد بودیم که مثلا همین فاکس نیوز و سخنگویانش که میان در برنامه اجرا میکنن در تمام مدت مشغول هم گفتن همین حرف ها در مورد اوباما بودن، یا هنوز همین حرف ها رو با شدت بیشتری در مورد خانم کلینتون میزنن. مسئله تا به دادگاه نرفته و یا در دادگاه یا در مجالس مقننه مطرح نشده باشه، به نظر من حکم فقط سرگرمی رو داره برای اینکه یه عده بشینن همینطور گاسیپ بکنند و حرفای مختلفی بزنن. اما اینکه این کوشش ها در راستای تغییر نظر رای دهندگان امریکایی است، اون ما رو برمیگردونه اصولا به مسئله کشورهای دموکراتیک و نظام دموکراسی، که ما یعنی ما میپذیریم که دمو یعنی مردم و مردم هم منظورمون ملت هست و دموکراسی یعنی که ملت مداری، حاکمیت ملت یا اون چی که ما در فارسی بهش میگیم حاکمیت ملی. و چون قاعده بازی بر این قرار گذاشته شده که
نظر نهایی رو مردم به عنوان صاحبان کشور و سرنوشت کشور میدهند و انجام میدن، این صندوق رأی شده مرکز ظهور اراده ملی و در نتیجه تمام تلاش ها صورت میگیره که مثلا منی که یه دونه ورقه رأی تو جیبم هست و به نظر یه امر خیلی حقیری میرسه، این یهو ابعاد عجیب غریب پیدا میکنه و من فکر میکنم که با این رأی خودم میرم اونجا میتونم رئیس جمهور تعیین کنم. به خانم میرزادگی یه مقاله نوشته بود در اولین باری که در انتخابات امریکا عرض کنم که شرکت کرده بود که همین گفت من رفتم در اونجا و پرده رو کشیدم و من بودم و این ماشین و یه رئیس جمهور تعیین کردم، 4 تا سناتور فرستادم به این. این حسیه که دموکراسی میده و به نظر من این که هر 4 سال یک بار مردم می توانند عرض کنم که کل حکومت یک مملکت رو عوض بکنند، از جمهور گرفته تا نمایندگان مجالس مختلف، به هر حال با خودش یک سری مشکلاتی رو به وجود میاره که از دل این مشکلات هستش که این مسئله به وجود میاد. یعنی این که حالا که رأی مردم مهم شد، بنابراین خب ما چگونه باید در این رأی مردم نفوذ بکنیم و عرض کنم که رأیشون رو بزنیم یا بخریم یا ببریم و به یک صورتی وقتی که این طرف میره پای صندوق رأی عرض کنم که میسته، انقدر مغزش رو پر کرده باشیم که او به کسانی که ما دوست داریم رأی بده. این رو به لطائف الیلی ما میبینیم که در امریکا به عنوان یک جامعه واقعا باز و آزاد با همه معایبی که این جامعه میتونه داشته باشه، ولی به هر حال آزادتر و بازتر از جامعه امریکا که در جهان وجود نداره. میبینیم که به هر حال روانشناسا، عرض کنم که نظرسنجان، استادای دانشگاه، سیاستمداران، تمام اینها سعیشون بر اینه که این یه دونه رأی رو که تو جیب من هست به نفع خودشون در واقع مصادره بکنه. این به نظر من کارش هم نمیشه کرد، این طبیعت قضیه است. مبارزات البته کمیسیون های هستش برای اینکه بیایند و نظارت بکنن بر کار مبارزات انتخاباتی، ولی در مجموعش به هر حال همین در مورد آقای ترامپ دیدیم دیگه، آقای ترامپ با رعایت نکردن بسیاری از اصول بحث های مثلا مبارزاتی تونستش دوده های مردم رو با یه پوپولیزم خاصی که در وجود و سخن او هست به خودش جلب بکنه و حتی طوری هم این کار رو کردش که با اینکه از لحاظ تعداد رأی خانم کلینتون بیشتر از ترامپ رأی آورد، اما به خاطر اون الکترورال کالجی که بنیانگذار آبای عرض کنم که امریکا پیش بینی کردند، باعث شدش که تعداد الکترورال کالج یا رأی هایی که نمایندگان به او میدهند بیشتر شد از خانم کلینتون. هر کشوری، اجازه بدید من توضیح بدم برای دوستان عزیز، هر ایالتی میتونه دلیگیت خودش رو بفرسته و نسبت به جمعیت اون ایالت میتونه دلیگیت یعنی نماینده، و اینها میتونن دارای 2 نماینده، 3 نماینده یا 4 نماینده یا 1 نماینده باشن و اینها میفرستن که در حقیقت این نمایندگان بعد طبق پروسسی اینها نظر و رأی میدن که اونو میگن الکترورال کالج. بفرمایید. عرض کنم که بنابراین خب وقتی که شما میگویید که مردم باید رأی بدن و این رأی که تو جیب منه اهمیت پیدا میکنه، همه روش ها رو هم به کار میبرن که این رأی رو به نفع خودشون بیارن. اما مسئله تقلب در انتخابات و این حرفا هم یک جنبه دیگری از این ماجرا هست. یعنی به هر حال هر کی دستش برسه سعی میکنه که در نتیجه آنچه که در صندوق ها ریخته شده دخالت بکنه. ما یادمون نره در انتخاباتی که رقابت بین آقای الگور و آقای جورج بوش بود، کار دیگه کشیده بود به دونه دونه آرا رو نگاه کردن و ببینن که آیا مثلا اون جایی که فشار آوردن که اون رأی رو نشون بدن آیا این درست بوده نبوده و غیره. در رابطه با ترامپ هم این کارو کردن، در رابطه با ترامپ هم اتفاقا این پروسس در برخی از ایالت بله. میکردن.
به هر منظور اینه که این اعتراضات طرفین هم وجود داره. هر کجا یک کدوم از طرفین برنده بشن، طرف مقابل مدعی میشود که عرض کنم که تقلب شده و بعد باید بهش رسیدگی کنند و غیره. آقای نوریالا، اجازه بدید که من بحث رو به این مسیر بندازیم. ببینید، بحث بر سر کور دموکراتیک در حقیقت ساختاره، یعنی یک ساختار اصیل دموکراتیک که آیا سوال اصلی هستش که آیا دموکراسی امریکایی از محتوا داره توهی میشه و چرا؟ ما داریم صحبت از شما اشاره کردید به رأی مردم. یکی از المنت های دموکراتیک رأی مردم هستش و اشاره کردید که رأی مردم هم میتونن منیپولیت بکنن. تبلیغات کاندیداها و فلان حرفا اگه به صورت سلامت باشیش اشکالی هم نداره. اما وقتی که برنامه در حقیقت یک برنامه پریمدیتیشن، یک برنامه تحریزی از تحریز شده از قبل میاد و توسط رسانه‌های عمومی که اینها هم طبق روابطی، حالا این روابط رو میتونیم باز بکنیم، یک سویه قضاوت میکنن و طرف یک کاندیدای خاصی رو میگیرن، بس بستر این هستش که نحوه دموکراتیک رو چگونه ما میتونیم در حقیقت اینجا توصیف بکنیم وقتی که نمایندگان مجلس خودشون قانون شکنی میکنن، خودشون رشوه خاری میکنن، خودشون رشوه میدن، نمایندگان مجلس خودشون با لابیگرا دیل و ویل میکنن و قوانین مجلس طبق منافع لابیگرا میتونه تغییر پیدا بکنه. این رو چگونه ما میتونیم بگیم که رأی مردمه؟ یعنی قوانینی که اونجا در مجلس 7% از مردم امریکا، آقای نوریالا، به مجلس اعتماد داره، این خیلی پایینه. من این امار رو نمیدونم از کجا شما میاد که 7% از این هم جمعیت. من اعتقاد به این قضیه دارم. طبق محاسبات نیویورک تایمز، همینطور که مردم میرن در انتخابات شرکت میکنن، خب نشانه اینه که به این سیستم اعتماد دارن که میرن شرکت میکنن. 39% از مردم، اتفاقا آمار نشون میده، محاسبات نیویورک تایمز اوکی نشون میده که در حقیقت درصد مشارکت مردم در امریکا بسیار پایین بوده. زمان اوباما تنها زمانی بود که آمد بالا به 58% رسید. به حال ببینید، شما اگر که میخواید از سیستم انتخاباتی یا دموکراسی امریکا انتقاد بکنید، به نظر من کدوم سیستم رو غیر قابل انتقاد میدونید؟ بس ارزیابی آقای دکتر، ارزیابی داریم میکنیم، مسئله انتقاد نیست. بحث ما اینجا ارزیابی هستش. منظور من اینه که دموکراسی دارای ضایعات بسیاری هست، ولی به قول چرچیل میگوید ما بهتر از این خیلی چیز بدیه، ولی ما بهتر از این هنوز بشر کشف نکرده. بنابراین روز به روز روی تجربه این سیستم ممکنه متکامل بشه و درستر بشه. اما این، من منکر این نیستم که همه این ضایعات وجود داره، ولی این ضایعاتیه که هر دو طرف بازی یا هر سه طرف بازی، اگر حزب سومی هم وجود داشته باشه، درش شراکت دارن. این فقط برنده نیستش که متهم است به همین اعمال، اون بازنده هم تا آخرین روز همین اعمال رو کرده اما باخته. حالا که باخته، عرض کنم که مظلوم شده، رفته یه گوشه نشسته و برنده رو عرض کنم که تقبیح میکنه. من عرضم در این استش که اساساً شما نگاه بکنید، دموکراسی که یعنی هر 4 سال یک بار مردم میتوانند بیایند و کل سیستم رو به هم بریزند و رئیس جمهور جدید و کابینه جدید و مجلس جدید و این حرفا درست بکنند، در مقابل تمایل جوامع به داشتن یک نوع استمرار و ثبات، خود به خود یک نوع عرض کنم که تشنجی رو به وجود میاره و وجود این تشنج باعث بسیاری از مسائل ظاهر و پنهان میشه که الان امریکا مثلا دوچارش هستش. همین اشاره‌ای که شما کردید به این گزارش بازرس کل کشور، خودش همش داره راجع به این صحبت میکنه که در طول انتخابات طرفین چه تلاشایی کردن و دستگاه‌های، عرض کنم که دولتی از FBI گرفته تا وزارت دادگستری، چگونه دخالت کردن توی این کارها برای اینکه روپوشونی بپوشونن بسیاری از اعمال رو و گنده بکنن بسیاری از اعمال دیگر. خب همین زیر سوال میره. همین بحث ما این هستش که وقتی که در یک کشور دموکراتیک وزارت دادگستری و دادستان کل و رئیس FBI میان با همدیگه تبانی میکنن و این در حقیقت تبانیگری رو هم توسط خود اعضای خودشون
لیک میدن به میدیا، یعنی در حقیقت رد میکنن اطلاعات رو از پشت دیوار، از پشت پرده به میدیا که اطلاعات غلط در حقیقت به مردم داده بشه. و ماها و خودتون هم دیدید CNN رو یک بارم صحبت نمیکنن در رابطه با یه موضوع، یا NBC رو 24 hours 24 ساعته یک اطلاعات غلط، یک اطلاعات نادرست رو همینجوری تزریق میکنن به مردم. و خب میدیام، نقش میدیام که میدونید بسیار بسیار موثره، یک میدیای تصویری تلویزیون به خصوص به ویژه بسیار بسیار موثره و مردم تاثیر قرار میگیرن. خب این در حقیقت موازی انحرافی رو من که منکر این مسائل نیستم، من عرض میکنم اینا واقعیات این مسئله است، ولی کجای دنیا شما سراغ دارید که این مسائل توش نباشه؟ اینجا لااقل این سیستم نشان داده است که این توانایی رو داره که همین این حرکات رو بیاد افشا بکنه. ما الان در روزگاری هستیم که هر روز که میشینیم پای تلویزیون یه خبر تازه از همین این بازی‌ها و توطئه‌های پنهانی FBI و دادگستری و غیره رو داریم آشکار میکنیم، در حالی که در کشورهای دیگه حتی این امکان هم وجود نداره که بالاخره یه جایی افشا بشه، یه جایی بهش رسیدگی بکنن و غیره. من فکر میکنم که همچنان در امریکا ما با یک سیستم کارآمد دموکراتیک روبرو هستیم نسبت به کشورهای دیگه جهان، اما نسبت به یک سیستم ایدئالی که درش نشه تقلب کرد، نشه افکار عمومی رو دزدید و غیره. البته اون هر کجا که اون برقرار بشه باید گفتش که آفرین، بهتر از اون. دکتر جان، ما در رابطه با سیستم ببینید آمارهای خودشون نشون میدن که سالهای فرزند مردم امریکا چی میخوان از دموکراسی، یعنی چی میخوان سیستمش، میخوان دموکراسی باشه بر مبنای قوانین حقوق بشر باشه. امریکا همچه ادعایی رو داده و اولین قانون اساسش هم همین بوده که در حقیقت بسیار از مبانی حقوق بشری توش بوده. آقای جیمی کارتر رئیس جمهور امریکا خودش در سال 2000 و البته سالش رو من الان کد نمی کنم چون درست به خاطر ندارم، خودش میگه دموکراسی امریکایی به اولیگارشی تبدیل شده و خودش هم توضیح میده چرا، و میگه روندی که داره پیش میره در حقیقت تمام مبانی حقوق بشری رو که در قوانین ما در حقیقت جایگزین شده بود رو تمام رو از میان میبره، رو به زوال میبره. این هم مسائل مختلفیه. حقوق بشر چه ربطی؟ نه حقوق بشر البته میگم مبانی حقوق بشری در دموکراسی به این معنا که برابری حقوق شهروندان، به این معنا که تضعیف شکاف طبقاتی، به این معنا که الان اقتصاد فرزند امریکا 1% از ثروتمندان در حقیقت، یعنی اگه شما مقایسه بکنید درآمد 1% از ثروتمندان با متوسط 99%، خب تفاوت بسیار فاحشه. ربطش این هستش که ببینید مردم دموکراسی رو شما در تمام دنیا هم همین تفاوت ها هستش، ولی این چه ربطی انتخابات داره؟ مثلا مسئله انتخابات نیست، ما داریم صحبت از کور دموکراسی داریم میکنیم، میگیم آیا دموکراسی امریکایی داره از محتوا دموکراسی یعنی اراده مردم رؤسا رو انتخاب بکنیم بذاره اونجا. خب اراده مردم کجا این اراده مردم آقای نوریالو وقتی که کجا اراده مردمه وقتی که مردم میان اوکی، اولا که انتخابات مردم که نمیتونن مشارکت بکنن در رده های بالا، مردم رو فقط برای رأی میبرن که رأی بدن، و مردم هم میخوان بین کی تو رأی بدن، بین نامزدهای دموکرات ها و ریپابلیکن ها، مردم که نمیتونن خودشون نماینده، دو تا حزب هستش بین کسانی که اینا معرفی میکنن بعد رأی بدن، درسته؟ خانم شما بهتر از این چی دارین که بگی؟ من باشه که همه این معایب رو داره اما بهترین سیستم تا حالا بشریت، ما که نمیخوایم دموکراسی امریکایی رو بخوایم اینجا در حقیقت محکوم بکنیم. ما داریم ببینید آقای دکتر عزیز، بحث ما این نیست که مغلوب، ما داریم ارزیابی میکنیم همون جوری که کارشناسا، جامعه شناسا، همون جوری که خود در حقیقت افراد سیاسی که دلشون برای دموکراسی واقعی میتپه، خود اینام دارن تو تلویزیون و رادیو و مقاله و کتاب و اینها دارن مینویسن و میگن. چرا وقتی ما میخوایم بحث بکنیم میگیم که همش میگیم کجا اینجوری نیست؟ شما میخواید بگید که در امریکا دموکراسی وجود نداره؟ نه خیر، من اینو نمیخوام بگم آقای دکتر عزیز، بس نه منم همینو میگم، من اینو نمیخوام بگم، من میخوام بگم که دموکراسی رو اصلا تعریف کنین دموکراسی رو. دموکراسی مگه فقط رای دادنه؟ شما وقتی که میاد بگید دموکراسی واقعی،
یعنی که بنابراین یک دموکراسی تو ذهن شما وجود داره که اسم اون دموکراسی واقعیه، همون که منم گفتم، گفتم ما تو ذهنمون میتونیم یک دموکراسی ایدئال هم داشته باشیم، بعد میایم با اون میسنجیم میگیم نه این از اون مثلا 5 قدم دورتره یا 4 قدم دورتره. من دارم میگم که اون دموکراسی واقعی که شما میگین هنوز روی کره زمین تحقق پیدا نکرده. اگر که شما فکر میکنید که فرزن هر کسی که وارد نمیدونم انتخاب بازی انتخابات میشه یا رقابت انتخاباتی در امریکا میشه باید ثروتمند باشه یا باید نهادهای پشتیبان در حقیقت بسیار قدرتمند پشتش باشه، 2016 $10 بیلیون خرج در حقیقت مبارزات انتخاباتی شد. من و شما میتونیم که وارد همچین مبارزه بشیم، البته بگذاریم که ما شهر اینجا به دنیا نیومدیم، من و شما عادی امریکایی رو میگم، من و شمای عادی امریکا میتونیم بریم وارد کرسی سنت یا نماینده مجلس یا فلان حرفا بشیم یا بریم وارد مبارزات ریاست جمهوری بشیم اگر که نهادهای پشتیبان لابی نکنن پول خرج میکنن جان. شما وقتی که میگم تو جمهوری اسلامی شم انتخابات میخوام بکنن پول خرج میکنن، آخه این که دلیل نشد. شما 10 بیلیون دلار اگر شما فهم کنید آقای ترامپ پول دار نبود، اگر آقای ترامپ پول دار نبود میتونست بیاد به ریاست جمهوری اگر که خرج نمیکرد یا اگر که نهادهایی که از ایشون دفاع کردن قدرتمند نبودن. شما چی میخواین نتیجه بگیرید؟ نتیجه این هستش که اگر شما نتیجهتون اینه که این انتخابات قلابیه، این مملکت هم دموکراتیک نیست، خب این عقیده شماست دیگه، بحث کردن نداره که. اصلا بحث انتخابات نیستش آقای نوریالا، بحث بر سر این هستش که بازی‌های سیاسی چگونه میتونه دموکراسی رو رو به در حقیقت طرف اضمحلال پیش ببره. بحث بر سر زوال دموکراسی. شما کتاب فرانسیس فوکویاما رو در رابطه با زوال دموکراسی در امریکا اگه مطالعه بکنید، چون خیلی بهتر از من توضیح میده که چرا این مسائل مهمه که در موردش بحث و نقد و گفتگو بشه. اگر که موضوع بحث ما زوال دموکراسی در امریکا هست، اینو به من بفرمایید ما در اون زمینه صحبت بکنیم. شما به طور کلی راجع به دموکراسی و انتخابات در امریکا صحبت کردید، بنده هم عرض کردم که من هم در فرانسه زندگی کردم، هم در انگلیس زندگی کردم، هم در ایران زندگی کردم، کشورهای مختلفی رو دیدم. به نظر من هنوز جامعه امریکا بازترین، آزادترین و سیستمش هم دموکراتترین سیستمه. از آزادی های مدنی ما صحبت نمی کنیم که درست می فرمایید. بزرگترین آزادی های مدنی رو ما در امریکا داریم. من صحبت از نابرابری شهروندی دارم میکنم، من صحبت از تبعیض دارم میکنم، من صحبت از شکاف طبقاتی دارم میکنم، من صحبت از آنیمپلویمنت دارم میکنم، من صحبت از خانم دکتر شما فقط از یه شاخه میپرید به یه شاخه دیگه. ما کی بحث خودمون رو در مورد اختلافات طبقاتی شروع کردیم؟ من در رابطه با داشته باشین، ولی به بنده که ابلاغ نکردید که شما گفتید بیایم راجع به دموکراسی و انتخابات صحبت کنیم، منم گفتم باشه. میخواین راجع به اختلاف طبقاتی صحبت کنیم، بفرمایید از این لحظه به بعد راجع به اختلافات طبقاتی صحبت میکنیم. بحث من بازم آقای دکتر فکر میکنم که شما که ما توی سینک نیستیم. ببینید من بحث من بازیگران سیاسی هستن که در به قول خود شما در دولت سایه اوکی اینها هستند که در حقیقت طبق منافع گروهی بر کل سیاست تاثیر میذارن و در حقیقت دموکراسی رو تحت شعاع منافع قدرتمدارانه خود میدونن. بحث من اینجا بود که شما هی با من دارین آرگیو میکنید. من نمیدونم، من فکر میکنم اگه اجازه بدیم من با شما مصاحبه بکنم. بفرمایید. برای اینکه شما عقایدتون خیلی مشخص و بسته‌بندی شده است، من یه خورده این ور اونور میرم. شما بفرمایید. خب نظرتون در رابطه با دولت سایه میتونید بفرمایید. من اجازه بدید من یه چیزی به شما بگم. من فکر میکنم که شما هنوز بقایای نگاه چپ مارکسیستی رو در ذهن خودتون حمل میکنید. آدم ضد امریکایی، ضد عرض کنم که این جامعه آزاد هستید، اما در عین حال چون دیگه اون قضايا مد نیست، اون حرفا رو به یه زبان دیگه دارین بیان میکنید و الا به نظر من هیچ نوع تضاد این وسط وجود نداره. این جامعه دموکراتیکه، دموکراسیش هم معیوبه، عیبهاش هم مشخصه، اما این سیستم میتواند خودش رو تصریح بکنه، در جاهای دیگه نمیتونه خودش رو تصریح بکنه. این سیستم میتونه یه آدمی رو از بیرون از فضای
عرض کنم که واشنگتن بیاره رئیس جمهور بکنه و اون رئیس جمهور بیاد به یک قده چرکینی که در بدن این جامعه وجود داره به نام دولت پنهان یا دولت موازی نیشتر بزنه و ما یهو شاهد این باشیم که از رئیس اف بی آی و وزیر دادگستری و غیره اونها همه سعی میکنن که نتایج انتخابات رو برخلاف اراده مردم تعیین بکنن. میگویند مردم شعور ندارن، مردم بی خودی دارن به ترامپ رأی میدن، بنابراین ما باید کاری بکنیم که رأی مردم شمرده نشه. ما همه اینا رو قبول دارم، این جامعه همه این مشکلات رو با خودش داره، ولی عرض من در این هستش که این جامعه در جوامعی که من لااقل دیدم و مطالعه کردم آزادترین و در این حال دموکراتیک ترین جامعه است و کسانی که به قدرت میرسند باید خیلی ماشینیشن بکنن تا اینکه اراده مردم رو عرض کنن که زیر پا بذارن و نتیجه دیگه ای از انتخابات گرفته بشه. شما تازه الان رسیدین به اول بحث من، به جای اینکه با من آرگیو بکنید، ببخشید شما میتونید آرگیو بکنید، ولی اصلا بحث من و موضوع تاپیک ما مقایسه دموکراسی امریکا با کشور دیگه نیست. ببخشید اجازه بدید موضوع بحث ما مقایسه دموکراسی امریکا با کشورهای دیگه نیست. در مقدمه من گفتم امریکا بزرگترین دموکراسی دنیاست، اولین کشوری بوده که قوانین دموکراتیک رو تصویب کرده، اولین کشوری بوده که برداری رو لغو کرده، اولین کشوری بوده که اعلامیه حقوق بشر رو تصویب کرده و بسیاری از جنبش‌های آزادی خواهانه، چه زنان، چه سیاه‌پوستان و چه غیره در امریکا در حقیقت اول سمت و سو پیدا کرده. بحث ما این هستش که همین دولت سایه‌ای که شما اشاره می‌فرمایید، مید استیت که بحث بسیاری از افراد هستش، چه نقش تخریبی در یعنی در رو به زوال گذاشتن دموکراسی داشتن و دارند و چگونه دموکراسی امریکا داره رو به زوال میره. اینو من نمیگم، اینو جیمی کارتر داره میگه، اینو من نمیگم، اینو خود سیاستمداران اینجا میگه. شما چرا با من بحث میکنید؟ به توضیح بدین که چه اتفاقی میفته، این دولت سایه کیه، این افراد که این دارن میکنن کیه. از آغاز برنامه تا حالا به من اجازه دین راجع به دولت سایه حرف بزنم؟ اجازه الان ساعت شما 20 دقیقه فرض فرصت برابر من مطالب مختلفی رو گفتید، من اصلا نمیدونم راجع به چی داریم صحبت میکنید. اگر از من میپرسید که دولت سایه چیه، من از نظر جامعه شناسی، از نظر علوم سیاسی برای شما توضیح میدم. نه تنها در امریکا، در همه من به کشوری دیگه کاری ندارم آقای نوریالو. من بحثم امریکاست، موضوع امریکاست. در هر کشور دموکراتیکی دولت سایه به وجود میاد، این جزء ذات دموکراسیه. اما آیا اون دموکراسی سیستمی داره که بتونه این دولت سایه رو افشا بکنه؟ الان دولت موازی که در ایران به وجود اومده جز به ذات دموکراتیک دولت ایران بوده؟ نه خیر، به ذات کدوم دموکراسی هستش که دولتی در دولت به وجود بیاد و اونا یک گروه اقلیتی طبق منافع خودشون بخوان همه چی رو تغییر بدن؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی میگه که در این مملکت دموکراسی است و ما انتخابات میکنیم، مردم میان رأی میدن. اما مردم که میدن رأی میدن، رئیس جمهور انتخاب میکنن، رئیس جمهور میاد میگه آقا من تدارکچیم، یه دولت دیگه ای تو بیت رهبری وجود داره که نمیذاره من کارمو بکنم. این چه ربطی داره به اینکه جمهوری اسلامی دموکراتیک هست یا نه؟ این بحث سر این هستش که شما چه به صورت سوری و چه به صورت واقعی برید به سوی پروسه های دموکراتیک و اجرایش بکنید، بلافاصله در کنارش دولت سایه به وجود میاد، دولتی که نمیخواد با انتخابات اوضاع به هم بخوره، دولتی که میخواد وضع موجود رو حفظ بکنه. این اون پشت گرفته نشسته، مردم میان تمام تلاششون رو میکنن، اما وقتی که اون طرفی که انتخاب شده میاد سر کار، متوجه میشه که با یه نیروی عجیب غریبی روبرو هست که در هر قدم جلوی کار اونو میگیره. شما سال 76 ببینید که آقای خاتمی در ایرانی که دموکراسی درش وجود نداره اما روش های دموکراتیک رو به ظاهر اعمال میکنن، با رأی مردم میاد سر کار. 8 سال بعد وقتی که میخواد بره میگه من هیچ کاری نتونستم بکنم، برای که من هیچ کاره بودم، من تدارکچیه ولی فقیه بودم، کابینه اصلی مملکت توی بیت رهبری تشکیل شده بود، هر کاری ما دلمون خواست بکنیم اونا زدن زیرش و نذاشتن انجام بشه. اینو بهش میگن دولت موازی. الان همین الان در این امریکا
در یک سال و نیم اخیری که آقای ترامپ به سر کار آمده، ما به طور روزمره شاهد این هستیم که چگونه این دولت ساید یا مخفی یا دیف استیت به قول خود اینها جلوی کارهای این بابا رو میگیره و از روز اول نمیذاشتش که این رئیس جمهور بشه. حالا که خلاف میل اونها به ریاست جمهوری رسیده، هر روز یه بهانه میتراشن برای اینکه بتونن یا ایمپیچش بکنن، کنارش بزنن و یا اینکه مجلسین رو از دستش بگیرن تا 4 سال بعدی رو این فلج بشه بگیره یه گوشه بشینه. این رو ما به طور آشکار میبینیم. این به خاطر این هستش که برای طبقات منفعت برنده در یک جامعه دموکراسی صرف نمیکنه، تغییر صرف نمیکنه. اینها مجبورن به لحاظ قوانین، به لحاظ قانون اساسی، هر چیزی روندهای دموکراتیک رو تحمل کنن، اما اون زیر تمام تلاششون میکنن که همین روندها رو متوقفش بکنن. این تنها در اینجا، در هر جا، در انگلیس هم اتفاق میفته، در فرانسه هم اتفاق میفته. دیپ استیت خودش از دل دموکراسی بیرون میادش. ممکن ازتون خواهش میکنم دیگه این جریان مقایسه فرانسه و انگلیس و فلان، ما داریم رو مسئله امریکا داریم صحبت میکنیم و اشاره کردیم. میگید دموکراسی امریکایی، من مجبورم بگم که جو دموکراسی دموکراسیه، دموکراسی امریکایی نده. شما مرتب روی امریکایی بودن این قضیه خیلی خوب. من اونو پس گرفتم، حالا اینو من اگه پس بگیرم قبول دارم. من داشتم دموکراسی های دیگه صحبت نمیکنم. خیلی خوب، اونو پس میگیری. اونو ببینید، بحث ما در مسئله دموکراسی در امریکاست. من و شما بیش از هر کسی دیگه ای وقتی از یک کشور استبدادی فرار کردیم و یک جامعه استبداد زده، بیشتر از هر کسی دیگه ای قدرشناس آزادی های در حقیقت مدنی این منطقه هستیم، کشور هستیم و دلمون هم میسوزه. چون من بیشتر سنم رو در امریکا گذروندم تا در کشور خودم. دلم هم میسوزه که میبینم که هر روز وقتی پیش در حقیقت این تلویزیون رو باز میکنم، میبینم که چقدر میدیا در حقیقت به قول خودشون is corrupted. شما وقتی CNN رو باز میکنید، وقتی NBC رو باز میکنید، وقتی بحث های داغ و پرایم تایم اینا رو نگاه میکنید، میبینید که کارشناسایی رو انتخاب کردن که طبق موازین خودشون صحبت بکنن، یه پایگاه خاص دارن به ویژه دموکرات ها و از حمایت میدیا برخوردار هستن، از حمایت بسیار از کارشناسا برخوردار هستن و خوراکی رو به مردم میدن که طراحیش و طرح لباسش و نمیدونم کیف و کفشش رو خودشون ریختن، با واقعیت ها بسیار فاصله داره. این از میدیا که رکن چهارم دموکراسی است. چرا؟ آزادی بیان هست. شما صحبت از دموکراسی، بله آزادی بیان هست، ولی چه چیزایی رو اینها به خورد مردم میدن بدون هیچ کنترلی، با دستبندی و گروه بندی و جناح بازی و این چیزا. من دارم میخواست در رابطه با اینو بحث بکنیم، در رابطه با نمایندگان. یه لیستی از روش ها و پروسه های ضد دموکراتیکی که در امریکا هست میتونیم تهیه کنیم. به نظر من لابیگری خودش یکی از مشکلات دموکراسی امریکاست. عرض کنم که خرید میدیا در امریکا یا سیاسی شدن میدیا به معنی طرفگیری، عرض کنم که میدیا در امور سیاسی، خودش یکی از مشکلات دموکراسی امریکاییه. وجود دولت سایه، دولت اعماق، دولت موازی، خودش به صورت بارزی سعی میکنه که روندهای دموکراتیک در امریکا رو فلج بکنه و نگذاره به نتیجه برسه. عرض کنم که منافع شخصی منتخبین مردم، عرض کنم که خودش مهمترین مشکل دموکراسی در امریکا هستش. یعنی اینها کافیه که مردم برن پای صندوق‌ها رأی بدن و اینها رو انتخاب بکنن. از لحظه که انتخاب شدن تا 2-3 سال دیگه که 2 مرتبه باید انتخابات تجدید بشه، اینها به تنها چیزی که فکر نمی‌کنن به مردمه. لابی ها میرن، عرض کنم که پول خرجشون میکنن، سفر نمیدونم تفریحی میبرنشون، همه حرفا، و در نتیجه شما میبینید که منفعت برندگان بزرگ امریکا نمیگذارن که هیچ نوع، عرض کنم که قانون گذاری علیه منافعشون صورت بگیره. اینا همه ضعف های
عرض کنم که دموکراسی در امریکا هستش. من هیچ کدوم اینها رو منکر نیستم. اما بحثی که من پیش کشیدم بفهمید شما ادامه بدید. اما داشته شدم. نه میگم اما من چون بهتر از اینم سراغ ندارم و در این حال احساس میکنم، احساس که نه علم دارم بر این که این سیستم دارای مکانیزم های درونی هستش که میتونه علارغم همه این حرفا بتونه خودش رو تصحیح بکنه و جون بگیره و عرض کنم که بیاد بالا. همین که شما نگاه بکنید که آقای اوباما پول نقد میذاره تو هواپیما میفرسته برای جمهوری اسلامی و آقای ترامپ میاد میگه که من اصلا از برجام میام بیرون، تحریم ها رو برقرار میکنم. این نشانه اینه که این سیستم میتونه روش های مختلفی ب... آخه یه تصوری وجود داره که امریکا رو مثلا سرمایه‌داران بزرگ دارن میگردونن و آمد و رفت ریاست جمهوری ها هیچ تأثیری در این قضیه نداره. والا من در این عمر خودم که آمدم به این کشور دیدم هر رئیس جمهوری که آمده این جهان به کل به هم ریخته. آقای کارتر آمده یهو میبینم خاورمیانه رفت رو هوا، ایران هم صاحب حکومت اسلامی شد، آقای نمیدونم کارتر که میره اونه که میاد هر کدوم که میان یه وضعیتی رو پیدا میکنه. این نشانه اینه که این سیستم مقاومت میکنه در مقابل نیروهای استمرار طلب، نیروهای محافظه کار، ولی همه اون نیروها وجود دارن با تمام قدرت هم عمل میکنن و تا آنجایی که بتوانن این دموکراسی رو فلج میکنن. حالا شما میفرمایید که راجع به زوال دموکراسی در امریکا صحبت بکنیم، این لازمش اینه که شروع کنیم که اون موقعی که امریکا زوال نیافته بود دموکراسیش چی بود که حالا نسبت به اون عرض کنم که زوال یافته. اون وقت خودم میتونی مفهوم زوال رو عرض کنم از بین رفتن رو درک بکنیم. اگه بچه مقایسه نداشته باشیم زوال هم نمیتونیم قضاوت بکنیم که اتفاق اشاره کرد به دو موضوع. یه موضوع این که تصور میده که فرضاً ثروتمندان دارن روی سیاست های اینجا تاثیر میذارن که یک واقعیت، گزارش های بسیاری در این مورد، مستندات بسیاری در این زمینه هستش. خود اوباما در حقیقت و در حقیقت یاران اوباما در زمینه همین برجام که اشاره کردید بهش میگه که مجلس نمایندگان امریکا در حقیقت اوباما had a hard time، بسیار براش دشوار بود که از مجلس نمایندگان امریکا در حقیقت بتونه رأی توافق بگیره. چرا؟ چون نتانیاهو با مجلس صحبت کرده بود و مخالف جریان برجام بود و اونها بیشتر طرف آقای نتانیاهو بودن، بیشتر نمایندگان مجلس مخالف برجام بودن و ندادن، توافق هم نکردن، تصویب هم نکردن و خود اونها گفتن که ما نمیدونیم که اینجا مجلس امریکاست یا مجلس اسرائیله، چرا آقای نتانیاهو نمیاد رهبری مجلس رو به دست بگیره. اینا بحثایی است که خود سیاستمدارای اونجا میکردن. مجلس نمایندگان ببینید در ساختار دموکراتیک اون چیزی که خیلی مهم هستش که شما اشاره کردید به انتخابات، مردم نمایندگانی رو انتخاب میکنن برای اینکه برن تو مجلس بشینن به نفع منافع این مردم در حقیقت قوانین رو تصویب بکنن. ولی اون چیزی که خودتون هم میدونید و بهشم اشاره کردید، اون چیزی که اتفاق میفته این هستش که ثروتمندان، لابیستای بزرگ، کارتل‌های بزرگ میتونن با این نمایندگان در حقیقت در ارتباط تنگ و تنگ باشن، از آغاز برای انتخاباتشون بهشون کمک مالی بکنن و وقتی هم که رفتن تو مجلس باشون در حقیقت معاملاتی برقرار بکنن به نفع اینها، به نفع اینکه ثروت اینها بیشتر از آنچه که هست انباشت بشه. رو همین حساب من اشاره کردم به مسئله شکاف طبقاتی. بحث من اصلا شکاف طبقاتی نبود، بحث من این بودش که آمار خودشون داره میگه که سالهای 50 1% از کل، یعنی ثروتمندان اون 1% بالا 5% از درآمد رو داشتن، ولی امروز داره میگه 99% از 95% از درآمد رو دارن و بعدم اشاره میکنه به اینکه این ثروتمندان چگونه ثروتشون بیشتر انباشت شد برای اینکه قوانین رو اجازه بدین من بحثم تموم بشه، اجازه بدین به کمونیسم، من اصلا کمونیست نیستم قربونت برم، من اجازه، من طبق این مقالاتی که اجازه بدین ببینید بحث ما اون نیست، ولی بحث ما نفوذ در حقیقت کارتل های بزرگ در تصویب و سمت و سو دادن قوانین به نفع خودشونه. میگید نه
من هفته آینده تمام اسناد میارم برات. برنامه که تموم شد یه دور نگاهش بکنید، 200 تا موضوع بحث رو شما مطرح کردید. همیشه به من گفتیدش که موضوع بحث ما اینه. خب من سرگردان این هستم که راجع به چی داریم صحبت کنیم. راجع به همین بحث دموکراسی. باز دوباره شما شروع کردی. من دارم راجع به همین بحثی که الان خودتونم باز کردید صحبت میکنم. من دارم میگم که قوانین، شما اشاره کردید که این درست نیست که ثروتمندان در تصویب قوانین نقش تعیین کننده دارن. من به این دارم اشاره میکنم. اشاره کردید که چگونه دونالد ترامپ آمد و برجام رو در حقیقت از این سو به اون سو کرد. دارم اشاره میکنم که نقش نمایندگان مجلس چه بود و چرا دونالد ترامپ تونست این کارو بکنه، چون مجلس همراه او بود و از این بحث پشتیبانی میکرد. من دارم پاسخ بحثایی که شما دارید رو اشاره کردید رو میدم آقای نوری. نمیدونم، من مثل اینکه صحبت من و شما با همدیگه جفت نمیشه هر کاری که میکنید. به نظر من شما با یک سری پیش داوری آمدید تو این برنامه، منم با یک سری پیش داوری خودم، و این پیش داوری ها چون رو نمیشن. به نظر من مثلا شما وقتی که این صحبت رو میکنید که نه 1% 95% بوده، حالا شده 96% فلان، به نظر من شما اصلا سوخت و ساز یک سیستم کاپیتالیستی رو در نظر نمیگیرید. اون طرف بگیریم که تمام ثروت دنیا هم در دستش قرار گرفته باشه، این ثروت رو چیکار میکنه؟ به کره مریخ که نمیفرسه، همینجا کارخانه تولید میکنه، کار تولید میکنه. الان آقای ترامپ میخواد این کارو بکنه. هیچ کشوری به اندازه امریکا کار وجود نداره، دستمزد وجود نداره و این سیستم داره کار میکنه. خب الان آقای ترامپ داره این بحثش هم همین بوده، بحثش هم این بوده که این ثروتمندان دارن میبرن بیرون کارخونه ها رو، کارم اونجا تولید میکنن، اینا باید برگردن اینجا. دستمزد هم اشاره ببینید، خودتون اشاره میکنید، منم دارم بحثتون رو میگم. میگم یکی از کارهای مهم آقای ترامپه که میخواد جلوی خروج سرمایه از مملکت رو بگیره. خب برای که سرمایه که مرز و ملت نمیشناسه، هر جا بازار باشه، هر جا کار ارزان‌تر باشه، خب میره اونجا. و این وظیفه یک دولت هستش که بیاد جلوی این کارو بگیره. شما نگاه بکنید در دوران اوباما چقدر سرمایه از این مملکت فرار کرد و رفت. چین چقدر فربه شد، چقدر طلبکار شد از امریکا. خب الان این سیستم داره خودشو تصحیح میکنه، این سیستم تعرفه میبنده، این سیستم میگه که به چه دلیل طرف باید 270% روی جنس من به عنوان تعرفه بکشه اما من نکشم. این برای اولین بار توی امریکا که داره مسئله ناسیونالیسم به معنی واقعی دولت مداریش، نه به معنی نمیدونم هیتلر و غیره و فلان، داره مطرح میشه. اگر مملکت ها مرز دارن، اگر منافع ملی دارن، رئیس جمهور امریکا موظف است که منافع ملی امریکا رو به هر چیز دیگه ای ترجیح بده. خب اینا همه به خاطر اینکه این سیستم توانایی این رو داره که راه رو باز بکنه برای این یک چنین چیزهایی قابل تحسینه. به نظر من این مسئله بله حتما هستش. ما بحث اینو نمی کنیم که این سیستم تواناییشو نداره، بحث بر سر این هستش که اشکالات دموکراتیک اینجا که روز به روز داره شکاف بیشتری رو در عمق بیشتری پیدا میکنه و شکاف بیشتری رو در حقیقت به وجود میاره بین مردم جامعه چه هست. بحث بر سر این نیستش که امریکا توانایی تحسین نداره، فقط بحث بر سر اینه که این مسائل نه تنها این برنامه مملکت. شما این حرف رو میزنید ولی الان بزرگترین طبقه متوسط دنیا رو این مملکت داره. شما چرا اینقدر روی اختلاف ثروت صحبت میکنید؟ این بحثا بحثای علمی اقتصادی نیستش که. به نظر من اینکه یک نفر تمام 100% پول امریکا رو صاحب بشه اما این پول رو تو این مملکت به کار بندازه، کارخونه بسازه، تو کار تولید بکنه و غیره، به نظر من خیلی بهتر از اینه که همه مردم دچار فقر مزمن بشن و عدالت اجتماعی به صورت تقسیم فقر در مملکت صورت بگیره. من درک نمی کنم مسئله رو. نمیدونم چرا، والا من بحثم خیلی روشنه. بحثم این هست که صحبت از بحث من خیلی روشنه. بحث من این بودش که ما اول برنامه گفتم نقش میدیا، نقش احزاب، نقش دولت سایه و آیا اینکه دموکراسی امریکا داره خالی از محتوا میشه. و دموکراسی هم یک بحث بسیار گسترده هستش. دموکراسی در حقیقت یعنی کل این هولیستیک وی، به طور کلی و همسویه اگه نگاه بکنیم، شامل تمام این داستانا میشه.
و فقط تنها رأی دادن نیستش و رأی دادنی که در حقیقت بازم میتونه مخدوش بشه. نمیگم در کشورهای دیگه چه خبره، ما داریم روی دموکراسی در آمریکا در حقیقت یک نقد و بررسی خیلی ساده داریم انجام میدیم. نقش مطبوعات رو به خصوص در مورد نظرم بودش که نقش مطبوعات رو کم بشه اشاره شد، بحث ما الان وقت ما داره تموم میشه. نقش مطبوعات مورد نظر من بود، نقش بزرگترین منبع در حقیقت عدالت طلبی و عدالت خواهی که وزارت دادگستری هستش و دادستان نمیدونم کل هستش و اف بی آی هستش در دروغگویی، دروغ پردازی، اینجا مورد نظر من بود. محصول حکومت آقای اوباماست. محصول حکومت آقای اوباماست؟ بله بله، هم آقای کومی برگزیده اوباما بودش، هم عرض کنم که دادستان کل، همه ای همون خانومی که روی باند فرودگاه هم رفت با آقای کلینتون صحبت کردش، همه اینها لوریتا لینچ دادستان کل، گنگ ضد امریکایی آقای اوباما بودن. آقای اوباما می‌خواست این مملکت رو نابود بکنه. میدیا چی؟ نقش میدیا چی؟ میدیا که انقدر یک سویه داره قضاوت میکنه که آدم واقعا حالش بد میشه. من به عنوان یه ژورنالیست وقتی این میدیا رو باز میکنم میبینم که نه، هیچ ابجکتیویتی نداره. تمام مدت یک سونگریه، تمام مدت رفت مواضع خصمانه است، تمام مدت سرکوب، بزرگ کردن و مبالغه در یک چیزی اوت اف کانتکست، سرپوشی. همین مسئله کره رو حالا با شما میگید، من از بحث دارم خارج میشم. مسئله موضع آقای ترامپ در رابطه با جریان کره به هر حال موضع بسیار مثبتی بوده، حتی دشمنانش هم میگن موضوع مثبتی بوده و در حقیقت اگر که این اتفاق بیفته یه گام بزرگ و بی سابقه و تاریخیه، ولی تمام مدت سرپوش گذاشته میشه، لاپوشانی میشه و بعد میره رو مسئله اینکه آقای ترامپ در رابطه با مهاجرین غیر قانونی مثل هیتلر داره عمل میکنه و این بچه‌ها تو کانسنتریشن کمپ‌ها. اینا رو تبلیغات میدیایی هستش که در حقیقت داره دنبال میکنه. بس من این بود که بکشونیم به این اینا. اول بحثم گفتم، اول شما بعد شروع کردین به دموکراسی مقایسه کردن، کجا دموکراسی نیست، فلان نیست، نقش میدیا اینجوریه. حالا بعد نیستم درست بحث بکنم. نه شما شاید. من اشتباهم، شاید خودم اپروچ من شاید نادرست بوده، اما به هر حال این اتفاقا داره میفته آقای دکتر. شما وقتی که یک کسی رو دعوت میکنید بهش میگید که ما میخواهیم راجع به فلان چیز صحبت بکنیم، اون طرف هم میشینه فکراشو میکنه و با اون فکرها میاد اینجا. اینجا با شما که روبرو میشه میبینه که شما اصلا با اون صحبتی که کردین کاری ندارین، از یه جاهای دیگه میخواین صحبت بکنین. ما چون به شما ارادت داریم هر جا ما رو بکشونید با شما میایم. بعدم به شما به همچنین و همین اتفاقا بحث اینم که ما توافق نظر نداشته باشیم هیچ دلیل بی ارادتی نسبت به هم دیگه نیستش. من که همیشه از بحث کردم با شما لذت میبرم. اتفاقا این جریان و این بدبستانم شما مرتب تو تلویزیونای امریکایی میبینید که این داستان پیش میاد، هیچ اشکالی هم نداره. من فکر میکنم که یه مقدار سوء تفاهم شد اینجا بین بحثایی که من میخواستم انجام بشه، یعنی سوالاتی پیش اومد که من یه موضوع دیگه ای رو، یعنی موضوعی دیگه ای رو مطرح کردم که رب داشت، اما شما فکر کردید بحث چیز دیگه‌ای. بحث من اختلاط طبقاتی نبود، ولی مهم این هستش که ببینیم که در حقیقت این جریان قانون‌گذاری ها به چه صورتی شکل میگیره، قانون‌گذارانی که باید به نفع جامعه امریکا در حقیقت قانون‌گذاری بکنن به چه صورتی داره شکل میگیره که این شکاف به وجود میاد. به هر حال از حضورتون شما، حالا آقای رضای عزیز وقت تموم شده، از حضورتون سپاسگزارم. تا هفته آینده همه دوستان عزیز رو به خداوند بزرگ میسپارم. آقای دکتر نوری‌علوی عزیز از دوستان بسیار خوبی من هستند، بسیار برایشون احترام قائل هستم. منتها خواستیم یه مقدار ادای ژورنالیستای آمریکایی رو در بیاریم. با همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. مرسی آقای رضا در اتاق فرمان.